چون از افق براید انوار صبح صادق، بر شاخ گل سراید وصف جمال صادق. تن پیکر فضائل، جان گوهر معانی، دل منبع عنایات، رخ مطلع شواره. بر لوح سینه اوست آیات حق و بیدا، گنجینه کمالات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. از این طبیب حاضر امام صادق علیه السلام فرمودند: تمام موجودات، حتی ماهیان دریا و پرندگان در آسمان، برای طالب علم از خدای متعال طلب مغفرت می نماید. بهار الانوار، جلد 1، صفحه 173. این جعفری را بگزین که در مندان درمان خیش جوید. از این طبیب حاضر مولا امام صادق، مولا امام صادق. شبکه جهانی امام صادق علیه السلام، مولا امام صادق. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مستحبات و مکروهات خرید و فروش بود. 18 مستحب و آداب خرید و فروش اینه که انسان وارد خرید و فروش برادر مؤمنش نشه. یعنی اگر شخصی داره معامله انجام میده، صحبت‌های اولیه معامله را میکنه و با بایع به توافق رسیدند، گرچه هنوز بیعی صورت نگرفته، خودشو وارد نکنه که مثلا جنسو به قیمت گرانتر از بایع بخره یا به قیمت گرانتر به مشتری بفروشه. اصل مسئله رو خوندیم، رسیدیم به اینجا که ولو کان الصوم بین اثنین، اگر دو نفر با هم وارد معامله شدن، مثلا آقای زید و عمر وارد معامله با آقای بکر شدن و هر دو میخوان چیزی رو از بکر بخرن و نزدیک ترازی هست یا توافق کردن، خب فرق نمی کنه چه این زید و عمر با هم وارد معامله شدن یا نه زید داشته معامله میکرده و عمر به نحو مکروه وارد معامله شده. علا ای حال اگر دو نفر دارن با شخصی معامله میکنن و نزدیک ترازی و توافقه، بازم کراهت داره که شما خودت رو به جای یکی از اون دو نفر قرار بدی. یعنی فرض کنیم این زید و عمرو که دارن با بک میخوان معامله کنن، وارد معامله بشن، زید از معامله منصرف شد، شما خودت رو جای زید قرار بدی، کراهت داره. چون وقتی شما خودت جای زید قرار میدی، در واقع
داخل شدی در معامله امر با بکر و صدق میکنه صومه در دخول در صومه برادر مؤمن. ولو کان الصومه بین اثنین، یعنی اگر دو نفر دارن با شخصی وارد معامله میشن، سوا اون دخل احدهما علی النهی ام لا، چه یکی از اونها به نحوه کراهت وارد معامله شده، یعنی اول داشته زید با بک معامله میکرده امر داخل در معامله شده، چه نه به انبتدعا فیه مع ان قبل محل النهی، یعنی با هم وارد معامله شدن و زید و امر با هم دارن توافق میکنن و ترازی میکنن با آقای بکر بر سر خریدن جنسی. لم یجعل نفسه بدلا من احدهما، حق نداره خودش رو به جای یکی از اون دو قرار بده. چرا؟ چون اگر به جای هر کدوم خودش رو قرار بده در واقع داخل شده در صوم دیگری، لصدق دخوله فی الصوم. ولا کراهیت فی ما یکون فی الدلاله، دخول در معامله برادر مؤمن اینه که مثلا زید داره با امر سر جنسی توافق میکنه، شما وارد بشه با اون جنس مثلا بخوای به قیمت گرانتر از بایع بخری، یعنی کاری کنی که اون مشتری اول از معامله کنار بره، از خریدن این جنس محروم بشه. اما جایی که بایع عادی نیست بلکه دلاله، یعنی داره داد میزنه که این جنس رو کی بیشتر میخره، هنوز با مشتری به توافق و ترازی نرسیده، خب شخصی میگه این جنس رو من 100 تا میخرم، یه کیه که بیشتر بخره؟ خب شما میخوای بیشتر بخری، میگه من 200 تا هم میخرم، این نمیگن دخول در صومه برادر مؤمن، چون هنوز این دلال با اون شخص اول به توافق و ترازی نرسیده، هنوز داره دنبال مشتری با قیمت بالا. بله اگر با مشتری اول به توافق رسیدن قبل از اینکه بیع صورت بگیره، شما دیگه حالا اگه بگی من بیشتر میخرم دخول در صوم مؤمن و کراهت داره. ولا کراهیت فی ما یکون فی الدلاله، در اون مواردی که بحث دلالته، یعنی دلالی کردن، نه بحث بیع عادی، اونجا کراهت نداره شما وارد بشی و قیمت بیشتری رو پیشنهاد بدی. چرا؟ لأنها موضوعتان عرفاً لطلب زیاده، چون اصلا دلالت و دلالی کردن اصلا وضع شده عرفاً برای اینکه مشتری با قیمت بیشتری گیر بیاد. البته مادام دلالو یطلبها، مادامی که دلال دنبال مشتری چربتری هست، فإذا حصل الاتفاق، اما اگر توافق بین دلال و یک مشتری حاصل شد، توافق کردن که این جنس رو به اون قیمتی که اون مشتری میخواد به او بفروشه ولو هنوز به این صورت نگرفته، تعلقت الکراهه، اینجا دیگه شما وارد بشی و قیمت بیشتری رو پیشنهاد کنی، کراهت شامل حال شما میشه. دلال غریم، غریم یعنی مشتری، البته غریم به معنی بدهکار اومده، طلبکار اومده، معنی خصم اومده، اینجا یعنی مشتری. لانه، چرا اینجا کراهت داره؟ لانه لا یکون هنا ازن فی الدلاله، چون این دخول در دلالت صدق نمی کنه، دخول در معامله و بی صدق می کنه. و این کان بید دلال، اگرچه هنوز جنس در دست دلاله ولی دلالت دلال به پایان رسیده، با یک مشتری نزدیک به توافق و ترازی و معامله است، اینجا دیگه دلال از عنوان دلال بودن خارج میشه و تحت عنوان بایعی قرار میگیره که با مشتری دارن به توافق میرسن، شما وارد بشی مشمول نهی از دخول در صوم مؤمن شدی. و فی کراهیت، حالا کسی وارد نشه، یعنی نیاد به بایع بگه من این جنسی رو که داری با این آقا توافق میکنی مثلا به 100 تومن من از تو 200 تومن میخرم، این که کراهت داشت، بعضی هم قائل به حرمت بودن، نه، طرف خطابش رو بایع قرار نده، طرف خطابش رو مشتری قرار بده، بگه آقای مشتری که میخوای این جنس رو از بایع به 100 تومن بخریم، خواهش میکنم این معامله رو به نفع من ترک کن، اجازه بده من این جنس رو از بایع به قیمت بیشتری بخرم، آیا اینم کراهت داره یا نه؟ ایشون میگه اینجا هیچ کس قائل به حرمت نیست، حتی کسانی که در اصل بس قائل به حرمت بودن اینجا قائل به حرمت نیستن، بستگی داره آیا اینجا
سید کنه دخول درس و مؤمن سید نکنه. اگر سید نکنه مکروه نیست، اگر سید کنه حداقل کراهت رو داره. و فی کراهیت طلب المشتری من بعض الطالبین اترکه مفعول طلبه. در این که کراهت داشته باشه، اینه که مشتری یعنی مشتری دوم طلب کند از بعضی از طالبین اون جنس ترک را، بگه آقا این معامله را ترک کن، لهو به نفع من، شما برو کنار خواهش من این جنس رو بخرم، آیا این خواهش هم دخول در معامله محسوب میشه تا کراهت یا حرمت داشته باشه یا نه؟ ایشون نظر نمیدونیم، نظرون در این که کراهت داشته باشه نظر است، یعنی محل تأمل و اشکاله. من این من علت جواز این کاره و عدم کراهت این کار، من عدم صدق دخول فسوم، اینجا من وارد معامله نشدم. وارد معامله وقتیه که بدون اذن و اجازه و رضایت مشتری اول باشه. من حیث و طلب من، اینجا من طلب کردم از مشتری، خواهش کردم، نه اینکه بدون اذن او وارد معامله بشم. و من مساواتهی دلیل کراهته، ممکنم از بیم کراهت داره چون مساویس این کار با دخول در سوم از حیث معنا، یعنی نتیجه هر دو یک چیزه، چه وارد معامله بشی و مخاطب رو بایع قرار بدی، چه از مشتری اول تقاضای ترک معامله رو بکنی، نهایتا او رو از این معامله محروم کردی و محروم کردن برادر مؤمن از معامله مورد دلخواهش کراهت داره. حیث و اراده، چرا این با دخول در سوم مؤمن مساویز؟ چون در هر دو اراده شده، اراده کرده این داخل، این مشتری دوم، ان یحرمه مطلوبه، اراده کرده که او رو از مطلوب و خواستش که خریدن اون جنس باشه محروم کنه. ظاهرا این دلیل خیلی خوبی نباشه، چون که محروم کردن وقتیه که بدون اذن و رضایت باشه، وقتی خواهش میکنه و او قبول میکنه این محرومیت صدر نکنه. خب میگه حالا اگرم کسی اینجا قائل به این بشه که با دخول در سوم مؤمن مساویه، نهایتاً قائل به کراهت بشه. اینجا ما قائل به حرمت نداریم. حتی اون کسانی که در اصل دخول در سوم مؤمن قائل به تحریم بودن به خاطر نهی در روایت، اینجا قائل به کراهتن و ظاهر القطع به عدم تحریم علی القول بهی فی الصوم. ظاهراً حتی کسانی که قائلن به تحریم در دخول در سوم، اینجا یعنی در طلب از مشتری ترک معامله را قائل به تحریم نیستن. انما شک فی الکراهه، بس تو اینه که آیا مکروه هست یا حتی مکروه هم نیست. ولا کراهیت فی ترک الملتمس من، ملتمس من یعنی اون کسی که از او خواهش شده که معامله را ترک کنه، مشتری اول. ما برفرض بگیم که این که آقای زید از عمرو طلب کند که معامله با بکر را به نفع من ترک کن، کراهت داره. آیا بر آقای عمرم کراهت داره که این طلب مرا اجابت کنه و خودش رو بکشه کنار یا نه؟ ایشون اول میگه نه، کراهت نداره، به خاطر اینکه اجابت دعوت، اجابت خواسته مؤمنه، برادر مؤمنه، چه بسا مستحبم باشه. ولی بعدش میگه نه، ممکنه بگیم کراهت داره چون کار او کراهت داره. اجابت شما در واقع اعانه و کمک است بر انجام کار او، همونطوری که اعانه بر حرام حرامه، اعانه بر کار مکروه هم مکروه باشه. ابتداء شهید اول فرموده ولا کراهیت فی ترک الملتمس من، اگر حتی قائل بشیم که طلب مشتری از بعض طالبین ترک را کراهت داره، خود ترک ملتمس من یعنی اون کسی که از او تقاضای ترک شده اجابتاً لخواسته مشتری اول ترک کنه، نه، این کراهت نداره. چرا؟ لأنه قضاء و حاجت لأخی، قضاء حاجت برادرشه، و ربما استحبت، چه بسا مستحب باشه، اجابت استحبت اجابتو لوکان مؤمنا، اگه طرف مؤمن باشه، شیعه باشه، چه بسا بگیم مستحبم هست اجابت کنیم. منافاتی هم نداره که کار او مکروه باشه، گاهی کار طرف مکروهه ولی کار من مستحبه. مثلا قرض گرفتن کراهت داره در حالت عادی، اما قرض دادن مستحبه. و یحتمل الکراهه،
البته احتمال کراهت هم هست، از باب اعانه بر تحقق کار مکروه. یا یحتمل الکراهه لو قلنا به کراهت. اگه در بحث قبلی قائل شدیم که طلب مشتری دوم از مشتری اول ترک معامله را کراهت داره، طبعا بگیم که اجابت این طلب هم کراهت داره. چرا؟ لعانتهی، چون با این اجابتش داره کمک میکنه علا اعانتهی، اعانت مشتری دوم لهو، عذر میخوام، اعانت مشتری اول لهو مشتری دوم را علا فعل المکروه، بر انجام کار مکروه. خب ببینید فروع متنوعی داشت بحث دخول در صوم مؤمن که ایشون میگه و هذه الفروع من خواص الکتاب، این فروع از خواص این کتابه. معمولا در کتب دیگه اصل مسئله پرداختن دیگه، لو کان الصوم بین اثنین طلب المشتری ترک الملتمس عن رو متعرض نشدن. التاسع عشر، نوزدهمین ادب از آداب به اینه که ترک و توکل حاضرن لبادن، توکل یعنی وکیل شدن، قبول وکالت کردن، حاضر شخصی که در شهره، بادی کسی که غریبه. اصل بادن از بادیه نشین میاد، ولی نه حالا ولو روستایی باشه، مال روستای اون شهر باشه یا از شهر دیگه، غریبه، غریبی جنسی رو آورده برای فروش در شهر، کراهت داره که یک شهری بره بگه آقا من وکیل تو باشم در فروختن جنست، من جنس تو را میفروشم، کراهت داره. به خاطر اینکه پیامبر گرامی اسلام در روایتی از این کار نهی کردن، چون زمینه فریب توش هست، چون اون غریبی که وارد شهر میشه میخواد اجناس خوش بفروشه، خیلی از قیمت شهر خبر نداره، ممکنه وکیل شدن از طرف او انسان را وسوسه کنه که جنسشو به قیمت گرونتر بفروشه، اما نگه من به این قیمت فروختم تا پول بیشتری به جیب بزنه. چون مزنه این وسوسه هست، اصل وکیل شدن از طرف غریب کراهت داره. البته اگر خودش درخواست کرد که وکیل من بشو، یا فروختن به او کراهت نداره. و هو الغریب الجالب للبلد، غریبی که جالب یعنی وارد کننده جنس، غریبی که وارد کرده جنسی رو به شهر، کراهت داره شما وکیل او بشی در فروختن جنسش. و امکان قروی، یا لازم نیست اون بادیه نشینو، نه حتی اگه مال روستای همون شهر باشه، قروی یعنی اهل قریه و روستا، روستایی، البته به شرطی که از قیمت کالای خودش در جنس خبر نداشته باشه، چون اگه از قیمت کالای خودش خبر داشته باشه دیگه زمینه فریب از بین میره. قال النبی صلی الله علیه و آله لا یتوکل حاضرون لبادن، نباید وکیل شود حاضری برای شخص بادی نشین، یعنی همون غریب وارد کننده اجناس. دع الناس یرزق الله بعضهم من بعض، رها کنید که مردم بعضی از بعضی خدا بهشون روزی بده، یعنی شما واسطه نشید، بذارید مستقیما بره جنس رو به خود مردم بفروشه و سود رو از خود مردم به دست بیاره. البته و حمل بعضهم النهی علی تحریم، چون لا یتوکل نهیه، ظهور نهی در تحریمه. و هو حسن، میگه حرف خوبیه، چون نهی مادامی که قرینه بر جواز نداشته باشیم حمله بر حرمت میشه. البته لو صح الحدیث، اگر حدیث صحیح باشه، و الا اگر کسی صحت حدیث رو قبول نکرد، فالکراهت اوجه، بهتره بگیم کراهت داره این کار. خب آقا اگه حدیث صحیح نیست که هیچ حکمی ازش قابل استفاده نیست، نه حرمت نه کراهت، چرا شما با عدم صحت حدیث دست از حرمت برمیدارید ولی قائل به کراهت میشید؟ ایشون فرمودن جوابشو، لتسامح فی دلیلها، چون مستحبات و مکروهات نیازی به دلیل معتبر و قطعی نداره. در قاعده تسامح در ادله سنن در اصول خواهید خوند که مستحبات و مکروهات با دلیل و خبر ضعیف هم ثابت میشه، یعنی فقیه میتونه به خبر ضعیفی فتوا بده به استحباب یا کراهت عملی. خب و شرطهو، شرط کراهت یا حرمت، اینه که ابتداء الحذری به، یعنی خود حذری آغاز کنه به توکل، پیشنهاد وکالت در بیع رو به بادن بده.
اما فلدل تمسه و منه الغریب فلا بعصبه. اگه خود اون شخص غریب از حضری درخواست کرد که تو وکیل من شو، من خیلی وارد نیستم، تو بیا وکیل من شو در فروختن اجناسم، اینجا لا بعصبه، حرمت و کراهتی در بین نیست. شرط دوم کراهت و جهل القریب به سعر البلد. شرط دوم اینه که اون آقای غریب نسبت به قیمت جنس خودش در شهر جاهل باشه. فلو علم بهی لم یکره، اگه از قیمت ها خبر داره کراهت نداره. وکیل شدن شهری از او، ولو اینکه خود طرف بره بگه میخوام وکیل بشم، او درخواستی نداشته باشه. بل کانت مساعدته محض الخیر، اگه طرف از قیمت اجناسش با خبر در شهر، شما بری بگی آقا منو وکیل کن در فروختن، این خودش کمکی به اونه، یاری اونه و خیر محضه، نه تنها مکروه نیست، ممکنه بگی مستحبم هست. ولو با، حالا اومدیم و این آقای غریب هم جاهل بود به سعر جنسش در بلد و هم درخواستی نکرد از کسی برای وکیل شدن، در خود طرف رفت با جهل او درخواست کرد که من وکیل شما باشم در فروختن اجناس شما، گفتیم این کراهت داره یا حتی حرمت داره، ولی اگر این کار رو کرد و جنس او رو فروخت، این بی باطل نیست. در واقع اینجا حکم تکلیفی داریم، حکم وضعی نداریم، حتی اگر قائل به حرمت بشیم معصیت کرده ولی بیعش صحیحه. ولو با امن نهی این عقده، اگر با این که نهی، که این نهی بود عدم درخواست غریب و جهل غریب نسبت به سعر بلد، اگه این دو شرط موجود بود و با این همه وکیل شد و فروخ جنس او را، بی صحیحه. و این قیل به تحریم، حتی اگه قائل به تحریم این کار شدیم، چون لازمه یه هر حرمتی بطلان نیست. ولا بأس به شراء البلدیله، ما گفتیم اگر شخصی شهری وکیل شود که جنس غریب را بفروشد، این کراهت داره. حالا اگه وکیل بشه برای خرید، شخص غریبی وارد شهر شده میخواد جنسی بخرد، من میرم میگم من وکیل شما میشم در خریدن اجناس مورد نیاز شما، آیا کراهت داره؟ میشون میگه نه، چون اصل اینه کراهت نداشته باشه، بی به دلیل خاص خارج شد، شرا بر اصل جواز و اباحه باقی میمونه. ولا بأس به شراء البلدیله، این که شخص شهری چیزی را برای غریب بخرد لا بأس، یعنی نه حرام است و نه حتی مکروه، چون اصل عدم حرمت و کراهت. البته روایت عام بود ولا یتوکل، وکیل نشود، اهم از این که وکیل در بی یا وکیل در شرا، اما همین روایت نسخه دیگه ولا یب حاضرون له، اگه اون نسخه را بگیریم خب فقط شامل بی میشه و شرا طبق اصل اصالت الاباحه از تحت این قاعده و کراهت و حرمت خارجه. العشرون، ادب بیستم از آداب خرید و فروش که خیلی بیشباهت نیست به ادب قبلی، ترک و تلقی، به اصطلاح میگن تلقی رکبان. رکبان یعنی قافله، یه قافله داری میاد به سمت شهر، معمولا یه عده مترصدن که همین که قافله ای نزدیک شهر شد برن به استقبال قافله برای خریدن اجناس قافله یا فروختن اجناس خود به اهل قافله، هر دوش کراهت داره، چون هنوز قافله وارد شهر نشده، از قیمت اجناس شهر بی خبره، از قیمت اجناس خودش در شهر بی خبره، ممکنه یه عده برن جلوتر زودتر بخرن قیمت رو ارزونتر بدن یا جنس خودشون رو به اونها گرانتر از قیمت شهر بفروشن، لذا کراهت داره. ترک و تلقی لرکبان، یکی از آداب بینه که ترک کنیم این کار بد رو. اون کار بد چیه؟ التلقی یعنی به استقبال رکبان قافله رفتن، معمولا رکبان به قافله شتر سوار میگه ولی اینجا عام منظوره. یعنی چی تلقی؟ هو الخروج الی الرکب، خارج شدن به سمت قافله ای که القاصد الی بلد، داره به سمت شهر میاد، للبیع علیهم او الشرای منهم، یا قصدش فروختن اجناس خودش به اهل شهره
یا قصدش خریدن اجناس شهر برای خودش. در هر دو صورت ما بریم جنسی رو از او بخریم یا جنسی رو به او بفروشیم کراهت داره. خب حد تلقی چقدره؟ ایشون میگه حده اربعه و فراسخ. این که انسان کمتر از 4 فرسخ به استقبالشون بره کراهت داره، اما اگر قافله در 8 فرسخی هن، در 10 فرسخی هن شما به استقبال بری، این کراهت نداره، چون بیش از 4 فرسخ سفر صدق میکنه. در واقع شما مسافرت کردی برای تجارت و مسافرت برای تجارت کراهت نداره. اما یک کمتر از 4 فرسخ باشه، یعنی فاصله بین قافله و شهر کمتر از 4 فرسخ باشه، از طرفی سیر کمتر از 4 فرسخ سفر صدق نمی کنه. پس شما مسافرت برای تجارت نمی کنید. خب روایت هم میگه ترک تلقی کراهت داره، این کراهت شامل حال شما میشه. و حد دو حد کراهت تلقی اربعت و فراسخ فمادون، 4 فرسخ و کمتره. فلا یکره مازاد، شما بیش از 4 فرسخ سفر کنی تا به قافله‌ای برسی برای خرید یا فروش کراهت نداره، چون تحت عنوان سفرون لتجاره در میاد و سفر برای تجارت به هیچ وجه مکروه نیست. و انما یکره ازا قصده، وقتی مکروه که شما به قصد خرید یا فروش از این قافله از شهر خارج بشی. اما اگه نه، قصدت خرید و فروش با قافله نیست، به قصد دیگه ای مثلا تفریح خارج شدی، اتفاقا به قافله ای برخوردی در کمتر از 4 فرسخی، اشکال نداره از اونها چیزی بخری یا به اونها چیزی بفروشی. انما یکره اذا قصد الخروج، اذا قصد اون متلقی، یا قصد الخروج لعجله، از اول برای شهر خارج شده برای بیع یا شراء با اهل قافله. فلو اتفق مصادفت الرکب فی خروجهی لغرزن لم یکن بهی بحثون، اگر خارج شده است برای غرضی غیر از تجارت با صاحب قافله، اتفاقا مصادف شد با قافله، اینجا لازم نیست از بیع یا شراء با اونها خودداری کنه، اشکالی نداره، نه حرامه و نه مکروه. شرط دوم، مع جهل البائع او المشتری به سعر. شرط دوم کراهت اینه که اون اهل قافله‌ای که به سمت شهر میان، حالا یا میخوان جنسی رو از اهل شهر بخرن یا میخوان جنسی رو به اونها بفروشن، جاهل باشن نسبت به قیمت جنسشون. اما اگه عالم باشن تلقی اشکالی نداره، چون در مظنه فریب و تدلیس نیست. مع جهل البائع او المشتری القادم، یعنی بائع و مشتری که همون اهل قافله باشن، القادم که دارن به سمت شهر میان، اگه جاهل باشن به سعر فی البلد کراهت داره. فلو علم به، اگر اون بائع و مشتری علم داشت به سر، لم یکره، به استقبال اون قافله رفتن و خرید و فروش کردن با اون قافله کراهت یا کراهت نداره. کما یشعر بهی تعلیلو، خود علتی که پیامبر گرامی اسلام در روایت برای این نهی ذکر کردن اشعار به این مطلب داره، چون حضرت فرمودن لا یتلقى احدکم تجارتا خارجا من المصر والمسلمون یرزق الله بعضهم من بعض، نرید دنبال استقبال قافله خارج از شهر، بذارید مسلمانون بعضشون از بعض دیگه ارتزاق کنن، یعنی شما واسطه نشید. واسطه همیشه نفع خودش رو لحاظ میکنه، هرچه واسطه ها کمتر بشه جنس به قیمت مناسبتری فروخته میشه و خریده میشه و مردم به رزق بیشتری میرسن. خب حالا من که رفتم به استقبال قافله، اهل قافله از قیمت جنسشون در شهر جاهلن، اما اون شخصی که من دارم باش معامله میکنم عالمه. آیا اینجا ملاک کل اهل قافله هستن یا ملاک اون شخصی که مورد معامله منه؟ ایشون میگه ملاک اون شخصی که مورد معامله شماست. اگر او جاهل باشه کراهت داره ولو بقیه عالم باشن، اگر او عالم باشه به سعر بلد کراهت نداره ولو اینکه بقیه جاهل باشن. ولی اعتبارو به علم من یعامله خاصه،
معتبر علم اون کسیه که ما داریم باش معامله میکنیم. علم و جهل بقیه کاروان در کراهت یا رفع کراهت تأثیری نداره. یه تتمه مونده از بحث تلقی رکبان که جنسی که به وسیله تلقی خریده شده، خرید و فروش اون جنس هم کراهت داره، که انشاءالله در جلسه آینده به آن و سایر آداب بی خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين وبعد ثبوت ذلك ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى بحث در مبحث سوم و این بود که آیا ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع یا نه اصل مباحث مستقلات عقلی هم اثبات این مطلب بود هر آنچه گفته شد مقدمه برای این مبحث بود ثابت شد چون که شارع مقدس خالق عقل است و رئیس عقلا آنچه را که عقلا درک میکنند در نزد او هم هست بنابراین اگر عقلا درک کردن حسن چیزی را و قبح چیزی را بنابراین او هم در نزد شارع هست بنابراین اگر عقلا گفتن عدل خوبه شارع به او امر خواهد کرد اگر عقلا فهمیدن که ظلم بده شارع به او نسبت به او نهی خواهد کرد این ملازمه هم تمام شد ایشون یه بحثی رو الان طرح میکنن این بحث خیلی مهمه و در جاهای مختلفی از علم فقه و اصول مورد استفاده قرار میگیره با این دوتا اصطلاح خوب آشنا بشیم که زیاد گفته میشه و اون این هست که ما یه سری دستورات یعنی اوامر و نواهی داریم که اصطلاحاً بهش میگن مولوی یک سری دستورات یعنی اوامر و نواهی داریم که اصطلاحاً بهش میگن ارشادی مولوی و ارشادی هر دو دستور خداست اما اگر عقل چیزی را گفته باشد در همون مورد شارع هم دستوری داده باشد اون دستور شارع رو اصطلاحاً میگن ارشادی حالا باید ببینیم درسته یا نه مثلا عقل درک کرد عدل خوبه عدل فاعلش مستحق مدح و ثوابه شارع هم به عدل امر کرد آیا این امر شارع امر مولوی است به عبارت دیگر امر تأسیسی است یا نه این امر شارع امر ارشادی است یعنی شارع داره میگه این همونیه که عقل تو درکش میکرد من این چیز اضافه ندارم یعنی تأکیدی است به اصطلاح دوباره تکرار میکنم امر مولوی یعنی تأسیسی امر ارشادی یعنی تأکیدی محل بحثش کجاست اونجاهایی است که عقل حکم داره بنابراین اقیم الصلاة الا ولابد مولویه چون عقل درکی در مورد تکالیف عبادی نحوه بندگی خدا نداره پس اون چرا که درک میکنه انسان فقط از طریق بیان شارعه
اما اینکه عدل خوب است و باید او را انجام داد و دنبال کرد، ظلم قبیح است و بد و بد از او دوری کرد، این رو عقل درک میکنه. پس اگر در موردش شارع حکم کرد میشه تأکیدی. بنابراین میخوایم نظریه رو طرح کنیم. نظریه که بعضیا بهش قائل هستن اینه که در مورد مستقلات عقلیه که الان محل بحث ما هست، هر آنچه که شارع امر کند الا ولا بود، این امر شارع امر ارشادی است. آیا این مطلب تمامه یا تمام نیست؟ درسته یا درست نیست؟ جواب میدیم بله درسته. یعنی اون چرا که عقل درک میکنه و بهش امر میکنه و دستور میده و انسانه که بناش بر اطاعت و بندگی خداست، عقلش به او گفت این راه راه درسته باید بری، این راه راه غلطه نباید بری، دیگه نیاز نیست شارع بیان کنه. یک حجت درونی خدا در وجود بشر قرار داده اسمش عقله. اون عقلش درک کرد خدمت به مردم خوبه، آزار به مردم بده، مال مردم دست درازی کردن ناپسنده، احترام به والدین کار پسندیده ایه، یعنی فاعلش ممدوحه، کاریست که باید انجام بشه. خب همین اندازه کفایت میکنه. بنابراین اگر در این مورد هم شارع دستور داد گفت و بالوالدین احسانا، اگر شارع در این مورد دستور داد فرمود که اطاعت بکنید والدین را، یا دستور داد به این که از دست درازی به مال مردم اجتناب بکنید، این دستورات میشه دستورات ارشادی. چرا میشه ارشادی؟ برای خاطر اینکه لغو اگر بگیم مولوی است، لغو یعنی چی؟ یعنی نیاز نبود مولا دستور بده، دستور داده. برای اینکه این لغویت از بین بره میگه مولا دستور نداده، تأکید کرده. اون چرا که عقل درک میکرد دوباره برای ما بیان کرد، محکم کاری کرد به اصطلاح. البته ایشون نعمی ذکر میکنن، به اصطلاح استدراک میکنن، یه امایی به بحث وارد میکنن، میگن بله ممکن است که بگیم همون جایی که عقل مستقل حکم میکنه دستور مولا دستور مولوی است نه دستور ارشادی. میشه مگه؟ مگه نگفتید لغوه؟ نه لغو نیست. کجا؟ یه موردش رو عرض میکنم، انشاءالله بقیش تو عبارت میخونیم. مثلا کجا؟ مثلا در موردی که گفتن عقل به تنهایی تأثیرگذار نیست. مطلب مهمیه. مردم اگر بخوان این کار رو انجام بدن فقط و فقط عقل در اونها تأثیرگذار نیست. ما گفتیم اون چرا که عقل درک میکنه یعنی در انسان ایجاد داعی میکنه، در انسان انگیزه ایجاد میکنه که اون کار رو انجام بده. حالا اگه فرض کردیم این انگیزه رو نمیکنه، ایجاد نمیکنه، خب وقتی انگیزه رو ایجاد نمیکنه ما نیاز داریم که مولا دستور بده. میدونید وقتی مولا دستور میده یعنی چی؟ یعنی میگه اگه انجام دادی ثواب بهت میدم، اگه ترک کردی عقابت میکنم. خب این سبب میشه که بنده حساب بیاد دستش و رعایت بکنه. این تقریبا اجمال بحث راجع به ارشادی و مولوی. البته شون در آخر هم متذکر میشن یک سری اوامر هست که الا ولا بد ارشادی، اصلا نمیتونه مولوی باشه، محال مولوی باشه. و اون اوامری است که اگر بخواد مولوی باشه محال لازم میاد، تسلسل لازم میاد. مثلا اطیع الله، اطیع الله یعنی اطاعت خدا واجبه، امر کرده خدا به این که مرا اطاعت کنید، این الا ولا بد ارشادیه. عقل مستقل مثلا از باب شکر منعم درک میکنه که باید خدا را اطاعت کنه، خدا هم دستور داده تو قرآن که مرا اطاعت کنید. این امر خدا نمیتونه مولوی باشه، باید ارشادی باشه. میدونید چرا؟ چون اگه قرار شد مولوی باشه، مولوی باشه یعنی تأسیسی باشه، یعنی خدا داره دستور میده. اگه این دستور خدا نبود اطاعت خدا واجب نبود. عقل رو بذاریم کنار، محال لازم میاد. چرا؟ چون اطیع الله خودش یه امره، این امر هم موجب اطاعت میخواد. فرض اینه که عقل حرف نزده، خود شارع میخواد امر کنه، باید بگه که امر مرا به اطیع او هم اطاعت کنید. خب یه امر جدید درست شد. سوال میکنیم این امر جدید هم اطاعت میخواد، فرض اینه که عقل درک نمیکنه، شارع باید امر کنه، تأسیسیه دیگه. میگیم یه امر دیگه باید مولا بکنه، اون امر منا که امر کردم که اطاعت کنید امر مرا اطاعت کنید. خب این امر سوم هم باز نیاز داره که اطاعتش واجب باشه و همینطور میشه تسلسل. بنابراین چون تسلسل است و محال الا ولا بد امر اطیع او یا امر به معرفت باید ارشادی باشه، نمیتونه مولوی باشه. یعنی عقل درک کرده، همون درک عقل به تنهایی کفایت میکنه، اگرم خدا در قرآن دستور داده برای تأکیده. عبارت رو ببینید: و بعد ثبوت ذالک، بعد از آنی که ملازمه ثابت شد.
حالا یه کلمه هم راجع به ملازمه داریم، انشاءالله تو اون بحث بعدی میاد. حالا ملازمه تمام شد، یعنی ما تمام مقدماتی رو که برای بحث میخواستیم تمام کردیم، حسن و قبح رو ثابت کردیم، ملازمه اش رو هم به حکم شرع ثابت کردیم. حالا میتونیم نتیجه بگیریم، وقتی عقل درک کرد چیزی حسن است به معنای اینکه باید انجام بشود، شارع هم به او امر میکند، پس میتونیم نتیجه بگیریم عقلا که عدالت واجب است و ظلم حرام است شرعا. اما استدلال عقلی است. بذارید یه بحثی رو براتون طرح بکنیم که خارج از مباحث قبلیه، از باب استدراد، از باب الکلام یا جر الکلام، اما بحث مهمی جاش همینجاست. و بعد از ثبوت ذالک، بعد از آنی که ملازمه تمام شد، ینبغی، سزاوار است این بحث اینجا بیاد، ان نبحث هنا. اصلا ما بحث مستقلات عقلی رو اینجا تو اصول طرح کردیم، دیگران نیاوردن، چون ما به نظرمون رسید که باید بحث بشه، چون یکی از راه‌های رسیدن به حکم شرعی علم اصول هم کارش همینه. ما میخوایم قواعدی رو به دست بیاریم که به درد استنباط میخوره. معلوم شد این ملازمه، این حسن و قبح در مسیر استنباط حکم شرعیه. اما این رو هم باید تمام بکنیم که ینبغی ان نبحث هنا عن مساله اخرى، یه مساله دیگه، و هی اون مساله چیه؟ انه شان چنین است، لو ورد من الشارع امر فی مورد حکم العقل، اگر از شارع امری وارد شد در مورد حکم عقل، یعنی همون جایی که عقل حرف داره، همون جایی که عقل دستور میده، همون جا هم دستوری از جناب شارع رسید. مثلا عقل میگه عدالت خوب است، حسنون، ظلم بد است، قبیحون، به معنای سوم، همون مدح و ذم، همون ثواب و عقاب. خب حالا اگر اینجا شارع هم دستوری داد، فرمود عدالت را اجرا کنید، از ظلم دوری کنید، چکار کنیم؟ شو خودش مثال میزنه، لو ورد من الشارع امر في مورد حكم العقل كقوله تعالى اطيع الله واطيع الرسول، اطاعت خدا را عقل درک میکند، خدا منعم، اطاعتش واجب است، رسول فرستاده خدا، اطاعتش واجب است، او هم صاحب نعمت است، لازم نیست خدا بگه اطاعت کنید پیغمبر و فرستاده من را، عقل هم درک میکنه، بله رسولش را باید با معجزه به ما معرفی کنه، ولی بعد از آنی که ما رسول را شناختیم، اطاعت او نیاز نیست دیگه شارع بگه، خود عقل میگه. فهذا الامر من الشارع هل هو امر مولوی، آیا این دستوری که خدا تو قرآن داده پیغمبر را، من خدا را اطاعت کنید، آیا امر مولوی است؟ شاید برای بعضی ها کلمه مولوی جدیده، بذار معنی کنیم. امر مولوی یعنی چی؟ ای انه امر منه به ما هو مولا، یعنی امر خداست به ما اینکه او مولاست، این معنای تحت لفظی امر مولوی است. اگه میخواید براتون روشن تر بشه، من مثال براتون از خارج میزنم، این مثال خارجی رو خوب دقت کنید. یه وقت من میرم پیش طبیب، به طبیب میگم که آقای طبیب من فلان مشکلی دارم، فلان بیماری دارم، دوای من چیه؟ به من میگه که شما این داروها رو مصرف کنید، این چیزها رو بخورید و از این چیزها اجتناب بکنید. سوال، آیا امر طبیب وجوب اطاعت داره؟ طبیب نه ولی نعمت منه، نه پیغمبره، نه امامه، نه خداست، بنابراین اطاعت طبیب بر من واجب نیست. ولی از اون طرف اگر داروها رو نخورم مریضی من شدت پیدا میکنه. اطاعت طبیب، دستوری که داره طبیب میده، ارشادیه. یعنی چی؟ میگه اگر این داروها رو خوردی، از این چیزا اجتناب کردی، خوب میشی، اگر نه مریضی شدت پیدا میکنه، خوب نمیشی. اینو میگن ارشادی، یعنی دستوریست که بر این دستور مترتب میشه آثاری برای شما. پس من طبیب مولا نیستم که به شما دستور بدم، اما یه وقتیه مولاست و عبد، مولایی به عبدش میگه برو آب بیار، میگه منظورتون چیه؟ میگه تشنم، آب میخوام. پس مولا به ما انه مولا داره به عبدش میگه آب بیار، این میشه امر مولوی. اما یه وقتی تشنش نیست، آب نمیخواد، پس برای چی دستور به عبدش میده؟ به عبدش میگه اونجا کار نکن، بیا اینجا کار کن. میگه چرا؟ میگه اونجا آفتابه، اینجا سایه است. آیا این که باید از تو آفتاب در بیاد بره تو سایه کار بکنه، این دستور مولا، دستور مولوی است؟ یعنی مثل همون دستوری که گفت آب میخوام؟ نه، میخوای تو آفتابم وایسی، وایسا، من کاری ندارم. این که گفتم بیا تو سایه، برای که تو آفتاب اذیت میشی، این میشه دستور ارشادی. یعنی من به ما این که مولا ندارم، یه چیزی برای تأسیس میکنم، ایجاد میکنم، مثل این که اگه نگفته بودم آب،
آبی نمیخواست، نیازی نبود به آب. اما اگر نگفته بودم از تو آفتاب در بیا برو تو سایه، عقلتم درک میکرد، کفایت میکرد. من دارم تأکیدش میکنم. پس اگر خواسته ایست، ببینید با عبارات مختلف عرض میکنم تا مولوی ارشادی روشنتر بشه، اگر خواسته ایست در درون مولا، بما اینکه او مولاست، بما اینکه او خالق است، بما اینکه او رئیس است، از بنده خودش و از عبد خودش درخواست میکنه. این میشه امر مولوی، مثل اقیم الصلاة، نماز بخون، روزه بگیر، حج برو. بله اون خواسته ای که در نفس مولا هست، خود مولا ناقص نیست که با این عمل کامل بشه، خیری است که برای بندهش میخواد، تکامل و سعادتی است که برای بندهش میخواد. اما یه وقتی به بندهش دستور میده لا تأکل الرمان لأنه حامض، انار ترش نخور، چون انار ترش به مزاج تو نمیسازه. اینه دیگه نمیگن مولوی. چرا؟ چون این دستوری که مولا داره میده برای خاطر این است که تو مریضتر نشی، برای اینکه حالت بدتر نشه. ارشاد به ضرری است که در این کار هست. خب حالا میتونیم نتیجه بگیریم. شما ماشین میبری تعمیرکار، تعمیرکار به شما میگه اینجوری رانندگی کن، هفته یه بار اینشو عوض کن، فلان کار بکن. این دستوراتی که داره تعمیرکار به شما میده مولویه؟ نه، اصلا در جایگاه مولا نیست. بس میشه اوامر دستور داره میده، اما میشه اوامر ارشادی. اوامر طبیب میشه اوامر ارشادی. میرید پیش مشاور، مشاور برای شما دستوراتی رو صادر میکنه، میشه اوامر ارشادی. خب بریم سراغ پدر و مادر. پدر و مادر دو جور دستور میده. یه وقتی خواسته ای داره فلان کارو بکن، فلان کارو نکن، میشه مولوی. یه وقتی خیر و صلاح شما رو میخواد، بابا نمیخواد بری فلان کشور برای تجارت، که خیر و صلاح توش نیست، ضررش بیشتر از نفعشه، این مولوی نیست، این ارشادیه. خب حالا بیام اینجا، اطیع الله و اطیع الرسول، عقل درک میکنه، مولا هم گفت. مولوی است یا ارشادی؟ مولوی ای انه امر منه بما هو مولا، امری است از خدا بما اینکه او مولاست، او انه امر ارشادی. با مقابلش مولوی زودتر روشن میشه. ارشادی یعنی چی؟ ای انه امر، بازم از طرف خداست ها، اما لاجل الارشاد الى ما حکم به العقل، میخواد بنده خودش را ارشاد، ارشاد رشد یعنی راهنمایی، یعنی اصلاح، میخواد راه نشونش بده. این همون یک عقل تو درک میکرد، من مولا هم دارم به تو میگم، عقل تو درک میکنه تو آفتاب نباید بیستی، عقل تو درک میکنه ماشینی که تازه و نو هست نباید باش سرعت بری، عقل تو درک میکنه به این که دارویی که و غذایی که بد نمیسازه نباید استفاده بکنی، منم دارم بهت میگم. ای انه امر منه بما هو عاقل، ای یعنی امریست از جانب خدا بما اینکه مولاست، نه بما اینکه او هم عاقل است، او هم آنچه تو داری دارد، تو درک میکنی، او هم درک میکنه و همون رو داره به تو میگه. بذارید خواستم ترش کنم. و به عبارت اخرى ان النزاع هنا، نزاع در اینکه مولوی است یا ارشادی، نزاع، بله نزاع، حالا میاد میبینید دعوای مفصلیه. نزاع هنا فی ان، در این است که آیا مثل هذا الامر من الشارع، مثل این دستور اطیعو از جانب خدا، هل هو امر تأسیسی، آیا دستوری است تأسیسی، تأسیس یعنی ایجاد، یعنی نبود، آیا اطاعت کنید مرا، هیچی نبود، او گفته شد یا نه قبلش بود، عقل درک میکرد. نمیخوایم بگیم عقل قبل از خدا هست، نه، قبل از این دستور هست، قبل از آنی که این دستور رو بده عقل درکش میکرد. هل هو امر تأسیسیون، نماز بخوانید اینطور، اقیم الصلاة تا نگفته بود عقل درکش نمیکرد، نماز رو به این شکل تا زمانی که شارع نگفته بود عقل درکش نمیکرد. و هذا معنا انه مولوی، این معنای مولوی بودنه. او انه، یا اینکه امر مولا تأکیدیون، امر تأکیدی، امریست برای تأکید، ارشادی رو برداشتی بهش تأکید گذاشتی. تأکید یعنی چی؟ یعنی اون نیست که عقل میگفت، من مولا دارم تأکیدش میکنم. و هو معنا انه ارشادی، این معنا ارشادی بودنه. ولقد وقع الخلاف فی ذلک، اختلاف است بین علما در این مطلب که دستورات مولا مولوی است یا ارشادی، اصل مولوی بودنه یا ارشادی بودنه، اصلا ارشادی داریم یا نداریم. و الحق انه للارشاد، حق این است که این دستورات، اینی که الان داریم بحث میکنیم یعنی چی؟ یعنی دستوراتی که عقل درکش میکرد مولا هم گفت، یعنی محل بحث، یعنی مستقلات عقلیه، این دستورات در این مورد از جانب مولا ارشادیون. چرا؟ حیث و یفرد، چون فرض کردیم ان حکم العقل هذا کافن، حکم عقل که گفت این خوب است انجام بده، این بد است ترک کن، کافی است لدعوت المکلف الى الفعل، کلمات خیلی ظریفه، برای این که دعوت کند مکلف، دعوت یعنی ایجاد داعی، یعنی محرک، یعنی پاشو،
در نفس انسان، در نفس مکلف ایجاد دعوت و داعی کند الی فعل، که انجام بدهد الحسنه، کار خوب را، و اندفاع ارادتی للقیام به. بذارید براتون توضیح بیشتر بدم داعی یعنی چی. یعنی و اندفاع ارادته. شما تشنه تونه، یه لیوان آبم اونجا هست، اگه تشنگی بهتون فشار آورد لازمه کسی به شما بگه پاشو برو آب بخور؟ نه. در نفس انسان عطش ایجاد داعی میکنه، حرکت میکنه، میره آب برمیداره میخوره. عقل من که درک کرد این کار احترام به مردم خوب است، این کار دست رازی به مال مردم و بد است، همین درک من کافی است که این کار را در من ایجاد شوق کند انجام بدم، در من ایجاد زجر کند این کار رو ترک کنم. اندفاع ارادته، اینا اصطلاحه، یعنی حرکت بیاندازد، ایجاد دفع بکند. دفع یعنی همونی که شما رو را میندازه. قدیم وقتی میخواستن ماشین حرکت بکنه هندل میزدن، این هندل ایجاد دفع میکرد، موتور رو را مینداخت، ماشین که خاموش میشه هلش میدن، این دفع تا را بیفته. در نفس من انسان وقتی عقلم میگه این کار خوبه، او استارت میخوره، او حرکت ایجاد میشه، میرم به طرف اون کار. فلا حاجته، وقتی که من حرکت دارم ایجاد میشه و دارم میرم، فلا حاجته الی جعل الداعی، ماشین روشنه با استارت به هولش بده. خب این معقول نیست دیگه، نیاز نداره. وقتی عقل من میگه این کار خوبه انجام بده، این کار بده ترکش کن، دیگه برای چی شارع بیاد بگه من به تو دستور میدهم این کار رو بکن این کار رو نکن، یعنی مولوی. فلا حاجته الی جعل الداعی من قبل المولا ثانیا، پس کار مولا ایجاد داعیه. بله، وقتی میگه اقیم الصلاة با این دستورش داره ایجاد داعی میکنه، من از تو نماز میخوام پاشو بخون، تو نماز قبوله. اما تو عدالت و ظلم چی؟ نیاز نیست، چون عقل داعی رو ایجاد کرده، داعی دوم نمیخواد. بل بالاتر، نه فقط نیاز نیست، یکون و عبثن و لغوا، عبس هست، بیهوده است، لغو زیادیه، نیاز بهش نیست. و حکیم فرقش با بقیه اینه، عاقل حکیم کار زیادی و عبث و لغو انجام نمیده. من انسان کار لغو انجام بدم ممکنه، محال نیست، اما حکیم تعالی خداوند کار لغو و عبث انجام نمیده، محاله. بنابراین دستوراتش نمیتونه مولوی باشه، بل هو مستحیل، بر خدا محال است در جایی که عقل میگوید امر مولوی هم بکند. لانه یکون من باب تحصیل الحاصل، منطقیش کنیم. تحصیل حاصل یعنی چی؟ یعنی چیزی که هست شما میخواید تحصیلش بکنید. من در نفس خودم داعی ایجاد شده، من تشنمه میخوام برم آب بخورم، حالی که بهم بگه برو آب بخور، برای چی گفتی؟ من شما نمیگفتی خودم میرفتم میخوردم؟ این لغوه، این دستور، دستور اشتباهیه، درست نیست، نسبت به ما اشتباهه، نسبت به خدا محاله. تحصیل حاصله، تحصیل حاصلم که انشالله یادتون هست در منطق مصادیقش مثالاش روشنه، چیزی که هست او را دوباره حاصل بکنند لغو است، بیهوده است و از حکیم محال است صادر شدنش. و علیه، بنابراین حالا معلوم شد که دستورات ارشادیه. فکل ما یرد، و هر آنچه که وارد می شود فی لسان شرع از طرف خداوند عزوجل، من الاوامر، از دستورات، فی موارد بحث ما یعنی مستقلات العقلیه، لابد ان یکون تأکیدا لحکم العقل لا تأسیسا. خب اما، یه اما میخواد، اون استدراکه از اینجا شروع میشه. نعم، بله، لو قلنا، اگر گفتیم، با این اگرها میاییم بعضی از دستوراتی که شارع گفته ولو عقلم میگه میکنیمش تأسیسی و مولوی. کجاها؟ با ما باشید. نعم، لو قلنا به انما تطابقت علیه آراء العقلا، اگر گفتیم همونی که موضوع بحث ماست، کدوم حسن قب؟ حسن قب معنای سوم کدوم بود؟ ما تطابقت علیه آراء العقلا، تأدیبات صلاحیه، اونی که همه عقلا میگن. یعنی چی؟ یعنی استحقاق المدح، آدمی که خوبی میکند مستحق مدح است، و ذم آدمی که بدی میکند مستحق مذمت است. این معنای سوم فقط علی وجه، اگر گفتیم این معنا علی وجه لا یلزم منه استحقاق الثواب والعقاب، از کجا در میاد که ثواب و عقاب داره؟ عقل فهمید فاعلش مدح دارد، این یکی فاعلش مذمت دارد. کسی که مال مردم میخوره باید مذمتش کنیم، مذمت چه ربطی به عقاب داره؟ مذمت مال عقلاست، مردم بدشو میگن. اصلا یه فرقه هست تو از فرق مسلمونا، میگن بهشت و جهنم اینه، اگه کسی بعد از مرگش گفتن آدم خوبی بود یعنی بهشت، اگه گفتن آدم بدی بود یعنی جهنم. ما چیزی بیشتر از این نداریم، یعنی مدحوزم نام به نکویی بردن بهشت است، نام به زشتی بردن جهنم است. اما این نیست،
ما دنبال ثواب و عقاب هم هستیم. اگر مدح و ذم ثابت شد، ثواب و عقاب ثابت نشد، در نفس من بنده ایجاد حرکت نمی کنه. من فهمیدم که این دستور عقل درکش می کند. چی؟ باید از مردم دستگیری کنم، باید زمین خورده را از زمین بلند کنم، ثواب داره این کار. اگه ثوابشو فهمیدم انجام میدم، اگه مجرد مدح باشه انجام نمیدم. نعم لو قلنا به این که اونچرا عقل میگوید از مدح و ذم، فقط مدح و ذم است، علا وجه لا یلزم منه استحقاق و ثواب العقاب، اما ملازمه با ثواب عقاب نداره من قبل المولا. یک. دو، او انه یلزم منه ذلک بل هو عینه. نه، مدح و ذم یعنی ثواب و عقاب، ملازمه داره، نه فقط ملازمه داره، بل هو عینه، اصلا عین هم دیگه هستن. مدح یعنی ثواب، ذم یعنی عقاب. حقم همینه، مشهور همینو میگن، میگن اصلا ملازمه نیست، عینیت. استحقاق مدح یعنی ثواب، استحقاق ذم. چرا؟ چون همون عقلا و خالق عقل یکی شد. وقتی عقلا میگن فاعل این مدح میخواد، چون کار ما عقلا مدحه، اما نسبت به خدا چی؟ نسبت به خدا دیگه نمیگیم مدح، میگیم ثواب است، او ثواب میدهد. ما عقلا کسی که کار زشت میکنه مذمت میکنیم، خالق عقل عقاب میکنه. پس مدح و ذم در مورد خدا یعنی ثواب و عقاب، اصلا عین هم دیگن، فرق نمیکنه. لذا میگن ان مدح الشارع، تو حاشیه کتاب داره، ان مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه. پس عینیته. خب حالا که عینیت شد، پس ثواب و عقاب ثابت شد، دیگه چیزی نمیخوایم، ها یه چیزی دیگه میخوایم. ولکن لا یدرک ذلک کل احد، همه کس نمیفهمه این کار خوبه یعنی ثواب داره، این کار بده یعنی عقاب داره. حواستو جمع کن. وقتی همه کس درکش نمیکنه، اونی که درکش میکنه ایجاد داعی میشه، اما اونی که درکش نمیکنه در نفسش ایجاد داعی نمیکنه. پس امر مولوی میخواد، امر مولوی دیگه لغو نشد. دنبال چی داریم میگردیم؟ میخوایم لغویت رو خراب بکنیم. لغویت سبب شد که امر بشه ارشادی. اگه گفتیم لغو نیست، میتونه امر مولوی باشه. چطوری امر لغو نیست؟ درکش نمیکنه. فیمکن با این دو تا شرط، یک، فقط مدح و ذم، ثواب عقاب نیست. دو، ثواب عقاب هست ولی همه درکش نمیکنن. در این صورت فیمکن و ممکن است، امکان، بحث عالم ثبوت به اصطلاح، نه عالم اثبات. ما حالا با خارج کاری نداریم، با استدلال ادله. در عالم امکان ممکن است، الا یکون نفس و ادراک استحقاق مدح و ذم، نیست فقط ادراک و درک کردن این کار خوب است و مدح دارد، این کار بد است و ذم، کافیا لدعوت کل احد الى الفعل، در نفس هر انسانی ایجاد دعوت و دعایی بکند به سوی فعل، الا مگر برای عده کم، الا للالفاظ من الناس فذن، یعنی عده کم، یا للاوحدی انگوش شماری من الناس از مردم، نسخه بدلش، اونایی که اولیاء خدان، اونایی که با یه اشاره چشمی میدون، اونها فقط عقل به اونها بگه کافیه دیگه، امر مولا نمیخوان. عقلشون درک کنه الان امام زمانشون چی دوست داره، میدون. اما بعضی اینطوری نیستن، بعضی حتما باید یکی بهشون بگه چی کار کن تا بکنن. اونا میخوان، اونا امر میخوان، نهی میخوان. فلا یستغنی، پس بی نیاز نیستن اکثر الناس، بیشتر مردم، عن الامر من المولا، از امر مولا، المترتب على موافقتی الثواب، که مترتب میشود بر موافقت این امر ثواب، و على مخالفتی العقاب، اگه مخالفت کرد عقاب. اینو میخوایم فی مقام دعوه، در جایی که مولا میخواد ایجاد داعی کند، الالفعل، در نفس من و شما ایجاد داعی کند به فعل و انقیاده، و اینکه او رو منقاد بشیم، یعنی متابعت کنیم، یعنی اطاعت کنیم. انقیاد یعنی پیروی کردن، یعنی انجام دستور دادن. اگه میخوایم دستورات رو انجام بدیم، حتما باید امر بکنه. فاذا ورد امر من المولا، پس اگر امری از مولا وارد شد، فی مورد حکم العقل المستقل، در جایی که از مستقلات عقلیه بود عقل حکم کرد، فلا مانع، در این صورت ها مشکلی نیست، من حمله علی الامر المولوی، که حملش بکنیم بر امر مولوی. مشکل برطرف شد. چرا؟ چون مشکل چی بود آقا؟ لغویت. این مشکل لغویت برداشته شد. با چه مشکل لغویت برداشته شد؟ با اینکه فایده داره، لغو نیست، در نفس من ایجاد داعی میکنه، چون من درک نمیکنم، باید مولا بگه تا من بفهمم. یا اصلا مدح و ذم ثواب و عقاب نیست. الا آخرین نکته اینه که یه سری دستورات داریم، اینا فقط و فقط ارشادیه، اصلا دیگه امکان نداره مولوی باشه. بحث لغویت و عدم لغویت و اینا نیست. اگه بخواد مولوی باشه محاله، نه به خاطر تحصیل حاصل، به خاطر اشکال دیگه، تسلسل. الا اذا لزم منه، مگر اینکه لازم شود از امر مولوی بودن، محال و تسلسل، نه تحصیل حاصل. تحصیل حاصل برداشته شد، لغویت برداشته شد، اما تسلسل. یه سری عوامر زیاد نیست، خیلی کمه، عوامری که درش تسلسل لازم میاد.
تسلسل یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد این مولوی نباشد، اگر این بخواد ارشادی نباشد مولوی باشد، باید یه امر دیگه درست کنیم. اون هم اگر بخواد ارشادی نباشد مولوی باشد، باید یه امر دیگه درست کنیم و ته نداره، تسلسل میشه. بنابراین باید یه جا نگهش داریم، بگیم ارشادیه، همونو ما داریم بحث میکنیم. امری که الا و لابد ارشادی است و نمیتواند مولوی باشد، چون تسلسل لازم میاد. مثل چی؟ که الامر بالطاعه و الامر بالمعرفه. امر بالطاعه هم مثال اول، اطیع الله الا و لابد باید ارشادی باشد، نمیتواند مولوی باشد. امر اطیع الله، حالا اطیع الرسول جا داره کم بحث بشه، اما اطیع الله الا و لابد ارشادی است. چرا؟ چون اگه قرار شد مولوی باشد، چون خدا گفته مرا اطاعت کنید، اطاعتش واجب است. اگه نمیگفت واجب نبود، عقل درکش نمیکنه، یا عقلم درکش بکنه کافی نیست. خب باید مولا بگه. خب اگه مولا بگه، این دستوری که داره میده، خود اطیعه مگه امر نیست؟ داره امر میکنه دستورات منو اطاعت کنید. خب همه دستوراتش اطاعتش واجب شد، خود این امر رو چیکارش کنیم؟ اینم یه امره، اطاعت این واجبه یا نه؟ بله اطاعت اینم واجبه. چرا واجبه؟ چون یه امر دیگه میخوایم، بعد یه امر دیگه بکنه. این اطیعوی من رو هم اطیعو، او امر اطیعوی بعدی رو چی؟ ارشادیه یا مولویه؟ اگه گفتید ارشادیه قبول، تمام میشه بحث. اگه گفتید نه اونم مولویه، میگیم خب یه اطیعوی دیگه میخواد، یه مولا باید یه امری بکنه که این اطاعتش واجب بشه. مولوی اینه، باید مرا هم کنه. اطیعوی سوم، مولوی یا ارشادیه؟ اگه ارشادیه تمام شد، اگه مولوی اطیعوی دیگه میخواد از جانب مولا، که الامر بالطاعه و الامر بالمعرفه. امر بالمعرفت هم همینطوره، اگر مولا امر کند به معرفت، معرفت واجب میشود، و الا عقل به تنهایی کافی نیست برای اینکه بگه معرفت واجبه. خب وقتی امر کرد به معرفت، معرفت خودش هم باید یک امری از جانب مولا پیدا بشه، باید تحصیلش از جانب خداوند ثابت بشه، باید بگه بشناس، عقل بذار کنار، بشناس تا مطابقت بکنی. خب از کجا بشناسم؟ چون من میگم، من گفتم رو عقل میگه یا مولا؟ اگه مولا گفته دوباره یک من دیگه میخواد و هاکذا ادامه پیدا میکنه. بنابراین خداشناسی و اطاعت خدا، این دوتا دستور رو عقل میگه. عقل درک میکند که خداشناسی از باب شکر منعم واجبه، باید بشناسی تا شکرش کنی. چطور کسی که نمیشناسی میخوای شکر کنی؟ عقل درک میکنه. عقل میگه کسی که به تو نعمت میده باید اطاعتش بکنی، اونم نعمتی مثل نعمت وجود، اطاعتش واجبه. چون عقل درک میکند اطاعت میکنیم هر چی دستور بده. اما اگه قرار شد امر به معرفت، یعنی خداشناسی و اطاعت خدا، عقلی نباشه، شرعی باشه، خب من از کجا بفهمم؟ از کجا بفهمم که این مولاست و اطاعتش واجبه؟ باید خودش بگه. خب اگه خودش گفت، از کجا بفهمم این همونه؟ دوباره باید خودش بگه. بل مثل هذه الاوامر، بلکه اینجور اوامر، یعنی اوامری که درش تسلسله، لا معنا لان یکون الامر فیها مولویا، اصلا معنی نداره بگیم امر مولویه. چرا؟ چون خودش داره ایجاد میکنه، خودش داره درست میکنه، البته با عقل. لانه لا يترتب على موافقته غير ما يترتب على متعلق المامور به. وقتمون داره تمام میشه، سری فقط معنی بکنم این یه خط رو. ببینید چی داره میگه. میگه اصلا نمیتونه مولوی باشه. این نکته ای تو امر مولوی هست، تو این نیم خط داره میگه. و اون اینه، امر مولوی اینه که یه چیزی برش مترتب میشه. مثلا اقیم الصلاة، نماز رو بر ما واجب کرده. چرا؟ چون در خوندن نماز معراج مؤمن است، چون در خوندن نماز ترک فحشا و منکر است، چون در یه سری آثاری برش بار میشه، مال خود نمازه، همونی که داره بهش امر میکنه. اما اگر طبیبی به مریضی گفت انار نخور، چرا؟ چون ترشه، ترشی برای من مشکل داره، انار خصوصیت نداره. خب اگر ترشی خوردم و انار خوردم چی میشه؟ مریضیم شدت میکنه. مهم شدت مریضی، انار خصوصیت نداره. بنابراین اون شدت مریضی ملاکه، نه اونچه که در اوامر ارشادی این طوره. اوامر ارشادی خودش هیچی نداره، تمام اون چه که هست مال اون کار است، یعنی آثاریست که در خوردن ترشی و نخوردنه، نه چون من دکتر رو مخالفت کردی مریض میشی چون ترشی خوردی. اما امر مولوی نه چون منو اطاعت کردی میشی معراج المؤمن، نه چون نماز خوندی میشه معراج المؤمن. معلوم شد؟ خب حالا اطاعت خدا، اطاعت خدا یعنی چی؟ یعنی نماز خوندن، یعنی روزه گرفتن، یعنی حج رفتن. اون چه که مترتب میشه مال اوناست، نه مال خود اطاعت. اون چه نصیب من و شما میشه در اثر انجام دادن دستورات، نه برای خاطر اطاعت، اطاعت امر اطاعت رو دنبال کردن. یه مثال قشنگ میزنه، لانه لا یترتب علی موافقتی، یعنی این امر ارشادی، امر به اطاعت و معرفت، غیره، یه چیز دیگه به غیر از، ما یترتب علی متعلق المأمور به، اون چه که مترتب میشود بر متعلق مأمور به،
متعلق مأمور به امر کرده به اطاعت. اطاعت به چی؟ اطاعت کنید دستورات من را. متعلق اطاعت دستوراته. دستورات چی داره؟ همونو به شما میدن، این چیز دیگه اضافه نداره. نظیر امر بالاحتیاط اخو کدینک فحتد دینک. فحتد دینک یعنی چی؟ یعنی اگر نمیدانی ظهر واجب است یا جمعه، هر دو را بخوان. امر به احتیاط یه چیز است، ظهر و جمعه یه چیز است. آیا اگر ظهر و جمعه را خوندم، اون چه که از ثواب برای ظهر و جمعه است به من میدن، یه چیز دیگه هم اضافه برای امر به احتیاط به من میدن؟ یا همونه؟ فقط همونه. اونی که خدا نوشته برای ظهر و جمعه به شما میده، چون هم ظهر خوندید هم جمعه را. اما یه چیز اضافه به خاطر اطاعت امر به احتیاط نمیدن. یعنی امر به احتیاط در بر دارد اون چرا که در خود عمل است، نه بیشتر. امر ارشادی اینطوره. اطاعت خدا یه چیز خاصی نیست که خود این اطاعت ثواب داشته باشه. غیر ما یترتب علی متعلق المأمور به، یعنی اون چه بهش امر شده، متعلقش یعنی نماز، روز، حج، مثل امر به احتیاط در اطراف علم اجمالی. ان شاء الله اگه یادم نرفت جلسه بعدی کلمه هم باز بیشتر توضیح میدم. احتیاط علم اجمالی چون بحث اصول عملی است، ان شاء الله بعد مفصل خواهد اومد. امیدوار هستم موفق باشید، طلبتون باشه، ان شاء الله علم اجمالی رو بعد براتون شرح بدم. السلام علیکم. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. يا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در رابطه با حج نیابی بود و وصیت به حج، مسائلی رو در این زمینه عرض کردیم. به اینجا میرسیم که اگر پولی رو شخص برای حج معین کرد که در یک سال برای او حج انجام بدن، مثلا فرض بفرمایید مبلغ 20 میلیون تومان رو معین کرد که در سالی مشخص برای او حج انجام بدن و مقید هم نکرده بود که یک حج برای او انجام بدن، گفته بود حج انجام بدید و با اون مبلغ میتونستن که دو نفر رو به حج بفرستن، خب در این صورت باید این کار رو انجام بدن، دو نفر رو اعزام میکنن برای حج، دو نفر رو نائب میگیرن برای اعمال حج و این هیچ اشکالی نداره. مثل نماز نیست مسئله حج، مثل روزه است. دو نفر رو نمیتونن همزمان نائب قرار بدن برای نماز شخص که اینا با هم هم نماز بخونن، چون در نماز ترتیب شرط هست، باید نمازها به ترتیب صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا و متناوب یکی پس از دیگری صورت بگیره. اما روزه فرمودن اینطوری نیست و میتونن 10 نفر با هم برای یک شخص روزه بگیرن در یک روز، مانعی نداره. مسئله حج هم همینطوره، مثل روزه هست، مثل نماز نیست. پس بنابراین اشکال نداره که 2 نفر یا چند نفر با هم در یک سال برای شخص به هر حال اعمال حج رو انجام بدن. مسئله بعدی در رابطه با مال ودیعه هست، اموالی که شخص نزد شخصی به عنوان ودیعه، امانت یا به هر جهت دیگری گذاشته شده و صاحب این اموال از دنیا رفته و الان ودعی، یعنی اون کسی که پول نزدش هست، علم داره که ورثه برای این شخص میت حج انجام نمیدن،
و در این حال مطمئن هست که این شخصی که از دنیا رفته حج به گردنش بوده. حالا چه وظیفه‌ای داره؟ آیا باید این اموال رو به ورثه برگردونه یا اینکه وظیفه دیگری داره؟ می‌فرمایند به اینکه وظیفه ودعی که می‌داند ورثه وظایف خودشون رو نسبت به شخص میت انجام نمیدن، اینجا وظیفه اون ودعی هست که با اون پول شخصی رو به حج بفرسته. وظیفه شخص اوست و حق نداره این اموال رو به ورثه بده، در صورتی که میدونه اونها لا یقومون بالواجب، مسئله واجبی که به عهدشون هست انجام نمیدن. دو تا توسعه در این مسئله وجود داره. فرمان به این که توسعه اول نسبت به مال ودعی هست که حالا فرقی نمی کنه ودیعه باشه یا اینکه به گونه های دیگر امانت باشه، بلکه فرمودن حتی غصب، حتی شخص غاصب حق نداره حالا بعد از اینکه شخص از دنیا رفته، صاحب اموال از دنیا رفته، حق نداره پول رو به ورثه برگردونه، بلکه وظیفه او این هست که حج انجام بده. این یک توسعه. توسعه دوم نسبت به اون حق هست که منحصر در حج نیست، روزش هم همینطوره، نمازش هم همینطوره و خمس بقیه مسائلش هم این گونه است، به این معنا که اگر بداند ورثه اصلا تو وادی دین و این مسائل نیستن و برای او روزه نخواهند داد، نماز نخواهند داد و میداند که نماز به گردن او بوده، روزه به گردن او بوده، وظیفه اون شخص هست که این پولها رو بده نیابت برای میت نماز بخونن و روزه بگیرن. این دوتا توسعه در این مسئله بود. فرع بعدی در همین مسئله، اگر ودعی میداند که بعضی از ورثه وظیفه خودشون رو انجام نمیدن ولی بعضی دیگه چرا؟ اونا متدینن و وظیفه شناس هستن. حالا وظیفه ودعی چیست؟ چیکار باید بکنه؟ فرماید اگر در بین این ورثه آدمایی هستن که اونها وظیفه شناسن، باید به هر حال از اونها اجازه بگیره. یا اینکه اگر اون چند نفر سهمشون از ارث به یا از اون ودیعه به اندازه‌ای هست که اونها به تنهایی خودشون میتونن اون واجب رو انجام بدن، خب اینجا پول رو به همشون برمیگردونه. یا اینکه از اونها اجازه میگیره و خودش این کار رو انجام میده. به هر حال اذن اونها رو در صورتی که امکان داشته باشه لازم هست بگیره، اگر امکان نداشت نه دیگه، اونجا ساقط میشه. این هم یک مسئله. مسئله بعدی این هست که اگر کسی دو تا حج به گردنش باشه، یکی حجت الاسلامی که حج نظری، و حالا شخص ودعی، اون کسی که پول نزد او هست، چه وظیفه‌ای داره؟ آیا باید هر دوتا رو انجام بده یا اینکه نه، حجت الاسلام رو به نیابت از شخص میت پول بده و به حج بفرسته، اما حج نظری رو دیگه نه، وظیفه او نیست و باید پول اون رو به ورثه برگردونه. می‌فرمایند به اینکه فرقی نیست بین حجت الاسلام و حج نظری و حتی بقیه انواع حجهایی که به گردن شخص میت واجب شده است. پس بنابراین باید از همون اموالی که نزد او هست حج بده، چرا که حج نظری هم مثل حجت الاسلام فرمودن که از اصل اموال برداشته میشه. پس این نشانه است برای اینکه باید این شخص این اموالی که نزدش هست رو به ورثه برنگردونه، بلکه به عنوان حج از طرف شخص میت ارسال کنه، شخصی رو حج انجام بدن. در این مسئله فروعات دیگری هم هست که حالا اگر که شخصی به هر حال پولی نزدش هست برای میت و میدونه که میت دو تا حج به گردنش بوده، اما این پول کمتر از دو تا حج هست، این رو چه کار بکنه؟ تمام تلاش خودش رو هم کرده برای اینکه کمترین مبلغ رو
پیدا بکنه کسی که کمترین پول رو میگیره برای حج، اما باز هم پول کمتر هست از این که بتونه دوتا حج انجام بده. اینجا چند تا فرض در مسئله هست. فرض اول این هستش که پول به اندازه حج و عمره، یعنی دوتا حج و عمره نیست، اما به اندازه دوتا حج یا به اندازه دوتا عمره هست. آیا باید همچین کاری رو انجام بده؟ فرمان به این که بله. ببینید تفکیک کنه بین حج و عمره، چون اعمال حج تشکیل شده از حج و عمره است. این شخص وظیفش اینه که اگر پول کم آمد و به اندازه دوتا حج خالی، یعنی بدون عمره، یا دوتا عمره خالی بدون حج، اگر به این اندازه هست این کار رو انجام میده. این فرض اول. فرض دوم این هستش که به اندازه یکی از این دوتا هست، یعنی دوتا حج به گردنشه، که هر حجی هم یعنی حج و عمره، به اندازه دوتا حج یا دوتا عمره نیست، اما به اندازه یک حج و عمره می شود. اینجا باز این که حج و عمره، اون یک حج و عمره مقدم میشه، یا صرف در وجوه بر و اقوال دیگر هست که در تطبیق انشاءالله فروعات مسئله و وجوه مختلف اون رو بیان میکنم. یه فرض سومی هم در مسئله هست، این رو هم فقط بگم برای شما، که در صورتی که یه دونه حج یا یه دونه عمره فقط کفاف میده، این که فقط عرض میکنم یعنی یه دونه حج بدون عمرش یا یه دونه عمره بدون حج، خب قیمتهای اینا متفاوته، عمره اعمالش کمتر هست نسبت به حج، به هر حال به یکی از اونها فقط میرسه، باز هم اینجا اون احتمالات مختلف که در تطبیق عرض میکنم وجود خواهد داشت. حالا این مسائل رو تطبیق کنیم انشاءالله تا ادامه مطلب. ولو زاد المعین للسنه عن اجرت حجتن، اگر که پولی رو معین کرد برای یک سال که در سال فلان مثلا برای من حج انجام بدید، اما مبلغ بیشتر هست، ولم یکن مقیدن به واحده، اون سال مشخص رو به هر حال مقید نکرده بود که یک حج، گفته بود در فلان سال شمسی یا قمری برای من حج انجام بدید و پولی هم که مونده گذاشته برای این کار پول زیادی هست، بیش از یک حج. حج عنه بهی مرتین، با این پول برای اون شخص دو تا حج انجام میدن در اون سال، فساعدن سه تا چهار تا، ان وسع، اگر که اون مال به اندازه دو تا یا سه تا حج هم بود به همون اندازه حج میدن، فی عامن، در یک سال، یعنی نیاز نیست که ما سه سال پشت سر هم برای او حج انجام بدیم. بله، فی عامن واحد من اثنین، پول به دو نفر میدن، دو نفر رو حج میفرستن. خب کسی اینجا براش این شبهه پیش نیاد، این اشکال رو مطرح نکنه که چگونه ممکن است دو نفر با هم در میقات در عرفات وایسن به نیابت از یک نفر. میفرماید این عبادت یعنی حج مثل روزه است، به این معنا که ده نفر هم با هم میتونن در یک روز به نیابت از یک شخص روزه بگیرن و مثل نماز نیست که نیاز به هر حال ترتب خاصی در اون اعمال وجود داشته باشه، در نمازها و نیت اونها مشکلی ایجاد نمیکنه. ولا یضر اجتماعهما معا فی الفعل فی وقت واحد، ضرری ایجاد نمیکنه اجتماع دو نائب با هم در فعل در زمان واحد. لعدم وجوب ترتیب هناک الصوم، در اینجا ترتیب شرط نیست، مانند نماز بخلاف، مانند روزه بخلاف صلات، برخلاف نماز که نماز اینطور نیست و اونجا ترتیب شرطه و نمیتونه اون زمانی که شخص هنوز نماز ظهر رو، نماز صبح رو خونده یکی از این دو نائب، میخواد بعد نماز ظهر رو بخونه یک کس دیگری برای اون نماز عشا بخونه، نمیشه، باید ترتیب در اینها باشه.
ولو فضل عن واحدت جزء اضیف الى ما بعده امکان. حالا اگر برای یک سال که مبلغی مشخص شده یه مقداری زیاد آمد، حالا اون مقدار رو اضافه میکنن به ما بعدش سال بعد اگر وجود داشته باشه سال بعدی، اما اگر وجود نداشته باشه ففیه مامر، در اون صورت اگر که ما بعدی حج بعدی وجود نداشته باشه که به اون بخوان اضافه بکنن، در راه خیر صرف میشه یا به ورثه برمیگرده، که فرماید مطلب در این زمینه گذشت و الا ففیه مامر. خب مسئله جدید در رابطه با ودعی هست و مال ودیعه. والودعی لمال انسانن، کسی که اموال شخصی نزد او هست، العالم بامتناع الوارث من اخراج الحج الواجب علیه عنه، کسی که ودعی هست و میداند، عالم هست که ورثه اون میت که پول او نزد او شخص هست، نزد ودعی هست، اونها امتناع میکنن از دادن حجی که واجب بوده است به گردن میت از او، یعنی نیابت از او این پول رو نخواهند داد. وظیفه او چی هست؟ میفرماید یستأجر عنه من یحج، یک شخصی رو انتخاب میکنه، اجیر میکنه که به نیابت از او حج انجام بده و پولها رو به او میده، دیگه پولها رو به ورثه بر نمیگردونه. او یحج عنه هو به نفسه، یا اینکه خودش میره حج انجام میده، الزامی نیست که حتما نائب بگیره، نه میتونه خودش پول رو برداره و حج انجام بده. دو تا توسعه در مسئله هست، یکی نسبت به اون حقوق که فرقی نمی کنه ودیعه باشه یا چیز دیگه، یکی هم نسبت به اون واجبات که حالا حج باشه یا نماز و روزه باشه فرقی نمی کنه. و غیر الودیعه من الحقوق المالیه حتی الغصب بحکمها، غیر از این حقوق، مثلا غیر از ودیعه رهن باشه، مال الاجاره باشه، یا فرض بفرمایید اصلا غصب باشه، اون هم همین حکم رو داره. و حکم غیرهی من الحقوق التي تخرج من اصل المال، و همینطور توسعه دوم نسبت به اون واجبات الهی هست که به گردن شخص واجب میشه. و حکم غیرهی یعنی حکم غیر از ودیعه، من الحقوق التي تخرج من اصل المال، از اون حقوقی که از اصل مال برداشته می شود، که الزکات و الخمس و الکفاره و النذر، حکمه حکمشون حکم حج هست. و الخبر هنا معناه الامر، این که به صورت خبر اینجا شهید اول بیان فرمودن، نمیخواد بگه مستحبه یا خوبه این کار انجام بشه، نه، معناش امره، وظیفه شخص هست. و این نذالک واجب علی، صاحب این اموال و دیعه‌ای که این پول ها نزدش هست، وظیفه‌شه که شخصی رو اجیر کنه این کار رو انجام بده. حتی لو دفعه الی الوارث اختیارا ضمنه، تا اونجا که اگر در صورت اختیار این پول ها رو برگردونه به وارث، به ورثه میت، ضامن میشه، مگر اینکه اختیاری در کار نباشه، او رو مجبورش کرده باشن، اون دیگه حسابش جداست. اما در صورت اختیار اگر با دست خودش این اموال رو برد داد به اون ورثه‌ای که اونها لاابالی هستن و این اموال رو در راه درستش مصرف نمیکنن، ضامنه، یعنی اینکه چی؟ باید از جیب خودش یک حج به نیابت از اون شخص بپردازه. فرع بعدی این هست که لو علم ان البعض يؤدي، میدونه که بعضی از این ورثه خداشناسن و اونها حقوق رعایت میکنن، حج رو پرداخت میکنن. فان كان نصيبه يفي به، اگر نصیب اون چند نفر، سهم اون چند نفر کفایت از حج میکنه، به حيث يحصل القرض منه، به گونه ای که قرض که همون حج رفتن هست، حج فرستادن هست، از اون سهم که به اونها داده میشه حاصل میشه، واجب الدفع الیهم، اینا سه نفرن، سه نفر در بین ورثه هستن که
اینا خیلی حساس هستن نسبت به حقوق الهی و با پولی که به اونها میرسه خودشون با هم جمع بشن میتونن این نیابت رو انجام بدن. خب در اینجا واجبه که پول رو به همه ورثه برگردونه. و الا استأذن من یؤدی مع الامکان، اما اگر که به هر حال ممکن نبود، یعنی پول اونها، سهم اونها خیلی کم بود و اونها نمیتونن با اون پولی که برشون میرسه این کار رو، این وظیفه رو انجام بدن، خود همون ودعی کار رو انجام میده، فقط اجازه میگیره، اذن میگیره از اونها، در صورتی که امکان داشته باشه. اما اگه امکان نداشته باشه همون اذن هم ساقط میشه، چون بعضی از موارد بیان این مطلب و اذن گرفتن از اونها به هر حال ابتدای یک نزاع و درگیری هست، توجیه کردن اونها شاید غیر ممکن باشه نسبت به موضوع. به هر حال اگر ممکن نبود نیازی به اذن نیست، بلکه وظیفه خودشون رو انجام میده. و المراد بالعلم هنا ما یشمل الظن الغالب، میگه مراد از علم اون علم 100% نیست، بلکه گمان قوی. اینجا شامل علم، شامل گمان قوی هم میشود. و المراد بالعلم هنا که گفتیم یعلم، العالم به امتناع الوارث، مقصود چه نوع علمی هست؟ ما یشمل الظن الغالب، چیزی هست که شامل میشود ظن غالب رو. ما یشمل الظن الغالب المستند الى القرائن، که قرائن و شواهدی کنار هم قرار میگیرن که انسان به این آگاهی میرسه، به این علم میرسه. و فی اعتبار الحج من البلد او المیقات ما مر، خب حجی که این ودعی میخواد بپردازه حج بلدی باید باشه یا حج میقاتی؟ میگه همون اختلافی که از آغاز کتاب تا اینجا گفتیم اون در اینجا هم هست. مسئله بعدی این هست که اگر کسی دو تا حج به گردنش باشه، باز هم وظیفه همینه و باید اخراج کرد اون رو از اصل اموال او. ولو کان علیه حجتان احدهما نذر فکذالک، باز بر ودعی شرط است که هر دو حج را بپردازد از اموال. یجب اخراجهما، واجب است که هر دو رو خارج کنه. فما زاد، چه بسا سه تا حج باشه، چهار تا حج باشه، فرقی نمی کنه. اذ الاصح انهما من الاصل، فرقی بین حج اصلی و حج نظری نیست، هر دوی اونها از اصل اموال برداشته میشن. لاشتراکه ما فی کونه ما حقا واجبا مالی، یا چون هر دو این صفت رو دارن، این ویژگی رو دارن که حقی از حقوق مالی هستن و واجب هم هستن، فرقی نمی کنه. و مقابل الاصح اخراج المنظورت من الثلث، قول مقابل اصح این هستش که گفته اون به اصطلاح حج نظری رو از ثلث باید پرداخت بکنن، نه از اصل اموال، و بنابراین دیگه وظیفه ودعی هم اینجا نخواهد بود. مثلا استنادن الى روایت محمولت على نظر غیر لازم، روایتی در این زمینه هست که استناد بش کردن، اما اون روایت در خصوص نظر غیر لازم هست. میگه نظر غیر لازم هم داریم؟ بله، مثل نظری که در حال بیماری، بیماری فوت برای انسان به هر حال لازم شده باشه، اونجا دیگه لازم نخواهد بود، از لحاظ شرعی لزوم همراهش نیست. استنادن الى روایتن، که این روایت حمل شده بر نظری که لازم و واجب نیست عمل به اون، مانند اون چه واقع می شود در حال بیماری. ولو قصر المال عنهما تحاصتا فیه، فرع آخر در این مسئله، اگر که اموالی که نزد ودعی هست کمتر باشه از دو تا حج، حجۃ الاسلام یکم نظری، اما پولها کمتر هست، حالا فرقی نمی کنه این مسائل که در این آخر داریم بیان می کنیم، چه ودیعه چه در غیر ودیعه، همین حکم داره. ولو قصر المال عنهما، اگر که پول از دو تا حج کمتر بود، تحاصتا فیه، این اموال باید
تقسیم بشه، حصه حصه بشه، یه حصه برای حج اصلی و حجۃ الاسلام در واقع و یکی هم برای حج نظری. فإن قصرت الحصة عن إخراج الحجة بأقل ما يمكن ووسع الحجة خاصة أو العمرة خاصة. اما اگر که میتونیم ما بگردیم کسی رو پیدا کنیم، دو نفر رو پیدا کنیم که خیلی پول کمی بگیرن، خب این کار رو باید انجام بدیم. ولی اگر نشود، یعنی اینکه هیچ کسی حاضر نیست به این مبالغ حج بره، اما با این پول ها میشه دو تا حج خالی بدون عمره یا دو تا عمره خالی بدون حج انجام داد، سر ففی باید در اون صرف بشه. یه بار دیگه این فراز از عبارت رو میگم، فان قصرت الحصه عن اخراج الحجه، اگر پول کمتر بود از اینکه دو تا حج کامل انجام بدیم، به اقل ما یمکن با کمترین پولی که میشه، باز هم نشد، و وسع الحج خاصه، فقط به اندازه حج، اما نه یه دونه حج، دو تا حج بدون عمره، اول عمره بدون حج، صرف فیه، صرف میکنیم این اموال رو در همون حج یا عمره. فان قصر عنهما، اگر که از اون دو هم کمتر بود، یعنی که دوتا حج خالی یا دوتا عمره خالی هم نمیتونیم انجام بدیم، و وسع احدهما، فقط برای یک حج کامل پول هست. حج کامل که میگیم مقصود حج با عمره است. دوتا حج خالی یا دوتا عمره خالی نمیشه، ولی یه حج عمره به تنهایی میشه برای یک سال رو، برای یکی از این دوتا، یعنی یا حجۃ الاسلام یا حج نظری. ففید، خب اینجا چند تا قول هست تو مسئله، چهار تا قول هست. ففی ترکه ما و رجوع الی الوارث، یه قول این هستش که هیچ کدوم از این دوتا رو انجام نده، نیازیست انجام بدن و این پول برمیگرده به وارث. اول بر، یا اینکه این پول رو در راه خیر صرفش کنه، این دو قول علامات قدم. او تقدیم حجۃ الاسلام، یا اینکه حجۃ الاسلام رو مقدم کنیم که این قول سومه. او القرعه، یا اینکه قرعه بیاندازند بین این دو، حجۃ الاسلام مقدم بشه یا حج نظری مقدم بشه، چون اینجا امر مشکل شده و قرعه بر هر امر مشکلی است. او جهن اربعه، اینجا چهار وجه وجود داره. ولو وسع الحج خاصه اول عمره، فرض سوم در مسئله، اگر فقط به اندازه یه دونه حج خالی یا یه دونه عمره خالی این پول وجود داره. حج خالی که میگیم یعنی حج بدون عمره، یا عمره بدون حج، یعنی از این چهار تا چیزی که براش واجبه، چهار تا چیز واجبه دیگه، حج و عمره، حج و عمره، چون هر حج کاملی تشکیل شده از حج و عمره هست، از این چهار تا فقط یکیشو میتونه انجام بده، حالا یا حج یا عمره. فکذالک، اینجا هم باز این احتمالات وجود داره، احتمالات مختلفی که در اینجا بیان شد در این مسئله هم خواهد بود. ولو لم یسع احدهما، اگر که برای یکی از این دوتا هم پول کفایت نمی کنه، یه دونه حج خالی هم نمیشه انجام داد، یه دونه عمره خالی هم نمیشه انجام داد، یعنی از چهار تا چیزی که واجبه یکیش هم نمیشه انجام داد، حالا ودعی با این اموال چه کند؟ فالقولان، اینجا دو تا قول هست، یکی این که به ورثه برمیگرده، یا یکی این که در راه خیر باید مصرفشون کنه. و تفصیل آت فی مالو اقر بالحجتین او علم الوارث او الوصی کونهما علی، این تفاصیلی که تا اینجا گفتیم در جایی که خود شخصی که میت هست اقرار کرده که دو تا حج به گردن من هست، یا اینکه وارث علم داره یا وصی علم و آگاهی داره که به گردن میت دو تا حج هست، در اونجا هم جاریه، یعنی اینکه لازم هست اون شخصی که اموال نزد او هست دو تا حج رو به نیابت از او انجام بده.
فرع و مسئله بعدی در صورتی هست که در رابطه با مسئله‌ای که چند نفر با هم ودیعه نزد اونها هست که فروعات متعدد و قشنگی در اون هست، انشاءالله در جلسه بعد برای شما بیان خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، میکنی در آسمان قلب مجنونم خدایی، میکنی در